در حالی که اوکراینی ها در دومین سال تهاجم روسیه بر اوکراین اجساد قربانیان را به خاک میسپارند رئیس جمهور بایدن به قانونگذاران آمریکایی از بدتر شدن وضعیت در اوکراین هشدار داد به خاطر اقدام نکردن ما هر روز وضعیت در اوکراین بدتر می شود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می گوید تا زمانی که امنیت سرحد آمریکا و مکسیکو برقرار نشود 95 میلیارد دلار بسته کمک خارجی را که شامل 14 میلیارد کمک به اسرائیل و 4.8 میلیارد برای شرکای آمریکا در هند و اقیانوسیه به شمول تایوان برای مبارزه با رفتار خصمانه چین می شود تایید نمی کند. اولویت اول کشور ما مسئله سرحد است و باید مطمئن شویم که مسئول است. من اعتقاد دارم که رئیس جمهور می تواند از حق اجرایی خود امروز استفاده کند و وضعیت را تغییر دهد. یک توافق دو حزبی که بتواند قانون مهاجرت را در بدل کمک به اوکراین تغییر دهد بعد از ماها بحث به خاطر مخالفت جمهوری خواهان به نتیجه این نرسید. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا گوید که او به طور مستقیم از جانسن خواسته است تا نقش خود را در تاریخ در نظر بگیرد اگر شما کار درست نکنید قطع نظر از اینکه سیاست های فیلی هر باشد شما پشیمان خواهید شد اما شماری از نمایندگان جمهوری خواهی کانگریس به شمول ران جانسن شک دارند که دور جدید و کمک های آلات متحده به اوکراین تاثیرگذار باشد واقعیتی را که باید بپذیریم این است که ولادیمیر پوتین این جنگ را نخواهد باخت. دموکرات ها گزینه آن را دارند که با استفاده از مانور ترزل عمل از تاییدی جمهوری خواهان بگذرند و لایحه کمک خارجی را به طور مستقیم برای رایگیری گیری به مجلس نمایندگان معرفی کنند جیمی رسکن عضو دموکرات کانگرس میگوید از این مانور برای پیروزی آن حمایت وجود دارد درخواست ارائه شده برای رایگیری گیری امضای اکثریت اعضای کانگرس را خواهد داشت طوری که گفته خواهد شد که این لایحه را از کمیته بکشید و در صحن مجلس برای تایید یا بگذارید قانون گذاران مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه از وقفه برمیگردند و سریعا کار را روی تمویل بودجه حکومت امریکا بعد از تاریخ اول مارچ قبل از ختم میاد آن که تاریخ 8 مارچ می باشد آغاز می کنند. قدیر مشرف تلویزیون آشناسره آمریکا، واشنگتن